غبار زدایی از آینه ها، نامه تکاندهنده لیلا زمردیان. نامه تکاندهنده لیلا زمردیان آذر، که 3 یا 4 روز قبل از ترور مجید شریف واقفی به رؤیت تقی شهرام و دوستانش میرسد، سندی گویا و تأمل برانگیز است. وحید افراخته و سید محسن خاموشی در باجوی های خودشون در مورد این نامه شرح دادند. تقی شهرام نیز بعد از انقلاب ضمن یادداشت‌هایی که از اوین بیرون فرستاد به اون اشاره نموده است. افسوس که این گونه اسناد که در شمار سرمایه‌های مردم ستم دیده ماست احتکار شده و قطر چکانی بنابر موقعیت و مصالح گروهی در اختیار عموم قرار می گیرد. حالا بیش از 40 سال از نگارش نامه گذشته و پژمردگی و غبار بر برگ های سبز نشسته است. حالا چرا؟ چرا این همه دیر منتشر می شود؟ آیا عدم انتشار نامه لیلا از جمله به خاطر اشارات صریحی است که به اختناق درون تشکیلات و جبر جو و شانتاژ شرایط دارد؟ او که سالها در سازمان مجاهدین مبارزه می کرد، در چند عملیات شرکت نمود و با رضا رضایی کار می کرد، چرا باید اونچنان له بشود که تقاضای مرگ کند؟ مگر درون اون سازمان انقلابی که شعار میداد از جهل اسلام به علم مارکسیسم عروج کرده ایم چه مسائلی میگذشت؟ در نامه مزبور تشویش خاطر لیلا جا به جا هویداست و او گرچه تقدم ماده بر ایده و مقولات این چنین را تکرار می کند، اما گویی دلش با کسانی است که از دید رهبری وقت سازمان خائن تلقی شده، سخت سر و کوردل و تاریکندویش معرفی شدند. وقتی که مجید به لیلا میگوید نبریده بلکه صحنه سازی بوده و رهرو راه حنیف و سعید محسن و بدیزادگان و رضایی هاست، برخورد لیلا با او عوض می شود. لیلا مسئله غیر از مبارزه نداشت و اگر مدام از سازمان سخن می گفت به همین خاطر است، در حالی که سازمان در واقع یک موجود اسیری بیش نبود و این یا اون فرد بودن که به اسم سازمان خط خودشون را پیش می بردن. از اونجا که من پیش و بعد از انقلاب با هیچ گروه و سازمانی رابطه تشکیلاتی نداشتم، توان بررسی نامه مورد اشاره را ندارم. از این حلقه های مفقوده تنها کسانی می توانند رازگشایی کنند که در اون سالها در ایران بوده و در متن وقایع حضور داشتند، از جمله محسن سیاه کلاه، علی خدایی صفت و بیشتر از همه سعید شاهسوندی. سعید شاهسوندی که جریان تقی شهرام خائنش می شمرد، خائن شماره 3، ساعاتی پیش از ترور مجید شریف واقفی با وی دیدار داشته است. پیش و بعد از زندان پای صحبت‌های صمدیه نشسته و
و لیلا را هم از نزدیک دیده و میشناخته و مجید درباره لیلا با وی شور و مشورت کرده است. علی خدای صفت نیز با جریان شریف همراه بود. بعد از ترور مجید و مرتضی، صمدی لباف، سعید شاسمندی فراری است و رابطه سعید با علی خدای صفت هم قطع می شود. در تاریخ 18 اردیبهشت سال 54 نفرات تقی شهرام تحت عنوان سواکی با یک پیکان سفید رنگ به شکل گشتی های سواک به خانه علی خدای صفت می آیند و دست و چشم بسته وی را نزد بهرام آرام می برند و بازجویی آغاز می شود. من این موضوع را از خود علی قبل از انقلاب در زندان قصر شنیدم و به درستی اون یقین دارم. تفصیل ماجرا در کتاب تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیس ها از صفحه 224 به بعد موجود است و در کتاب مجاهدین از پیدایی تا فرجام هم جلد دوم صفحه 198 اشاره شده است. نامه لیلا باید پاراگراف پاراگراف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این کار جز از اهل اون کسانی که نام بردم ساخته نیست. لیلا زمردیان همسر مجید بود و چه بسا مجید درست به همین دلیل نمیخواست در مورد وی به راست روی بیفتد، اما عملا به نوعی چپ روی افتاد. لیلا امید داشت جریان جدید مجید و دوستانش او را عذرگیری کنند، اما مجید میگفت او نه با ما و نه با اونهاست، ما معیارهای مجاهدینی داریم و تا لیلا با خودش برخورد نکند نمیتوانیم وی را بپذیریم. در نقطه مقابل لیلا که خود را معلق میدید مدعی بود شما با نپذیرفتن من فردا به عنوان برتری ایدئولوژیک به رفقای خودتون خواهید گفت فلانی خبر داشت ولی به شما گزارش نکرد. جریان حاکم بر سازمان هم با وی راه نمی آید و لیلا با بی‌اعتنایی که به قول مانس اشپربر بدترین نوع خشونت است روبرو می شود. حالا می فهمیم که اصرار شهرام و بهرام آرام برای همراه بودن لیلا با مجید در واقع کنترل مجید است و نه دلسوزی و یا حفظ حرمت خانواده. لیلا زمردیان بعد از اطلاع از کشته شدن مجید آرام و قرار نداشت و بر تضادهای درونیش دم به دم افزوده شد. او را برای از سرباز کردن به کارگری می‌فرستادند و در یکی از همین کارگری رفتنها مورد سوء ظن مأمورین سواک در میدان شاه، میدان قیام کنونی واقع شده و در ضمن فرار به علت تیراندازی مأمورین زخمی و با خوردن سیانور جان می‌بازد. 14 دی 55 حدود 8 ماه بعد از ترور مجید شریف‌واقفی بر سنگ قبر لیلا زمردیان نوشته شده است در خاک به جستجوی من آمده ای، من محو خدا شدم که پیدا نشوم. بنا به اظهارات وحید افراخته در باجوی های سواک، سازمان در سال 1354 به فکر ترور لیلا زمردیان نیز بوده که عملی نمی شود.